اگه داری به عمل پروتز سینه فکر میکنی و دوست داری تجربه یه نفر که این کار انجام داده بشنوی، حتما حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. من 2 سال پیش بود که تصمیم گرفتم که این عمل رو انجام بدم به دلیل‌های مختلف. اول دلیل این بود که من به خاطر اینکه ورزش می‌کردم بافت سینه‌ام، که خب همه می‌دونید که بافت چربیه، تا حدودی آب شده بود، و دلیل بعدی هم اینه که بعد از شیردهی کلاً یه کوچولو سینه‌ها دفرمه میشه و از اون حالت قبلش در میاد، و خب این دوتا مورد من واقعاً اذیت می‌کرد و تصمیم گرفتم که برم و عمل پروتز سینه رو انجام بدم. اون موقعی که داشتم فکر می‌کردم که این کار بکنم، خیلی دنبال بودم که نظر یه نفری که این کار انجام داده رو هم با صحبت کنم، ولی متاسفانه پیدا نمی کردم سورسی که اینجوری فیس تو فیس بشینه و تجربه عملش بگه. خیلی زیر پستای اینستاگرام و تو سایت ها اینا میخوندم حالا کامنت ها اینا رو، ولی احساس میکردم اون چیزی که میخوام بشنوم و نمیشنوم. یه ترسی داشتم که نکنه انجام بدم پشیمون بشم، درد داشته باشه، مقاله نمیدونم آمریکایی فلان اومده کسایی که پروتز سینه انجام میدن خودکشی توشون زیاده و اینا. دنبال میگشتم که یه نفر که خودش این تجربه رو داره باهم صحبت کنه، که متاسفانه هیچ چیزی پیدا نکردم و این دلیلی شد که بیام و خودم این ویدیو رو درست کنم. البته الان نمیدونم که همچین ویدئویی هست یا نه، یعنی کسی اومده از تجربه عملش بگه یا نه، چون که خب من 2 سال پیش دنبال بودم، الان دیگه تموم شده، ولی خب خواستم که خودم بیام و تجربه خودم بگم. اینم میشه یکی از اون هزاران موردی که شما میتونید ببینین و ازش استفاده کنین و در مورد حالا عمل که میخواین انجام بدین یا انجام ندین بیشتر بدونین و فکر کنین. و من زمانی که تصمیم به این کار گرفتم، چیزی که خیلی خیلی برام مهم بود و اصلا وسواس داشتم روش، انتخاب دکتر بود. و قبل از شروع هر چیزی خواهرانه بهتون میگم بچه ها، اگه بودجهتون محدوده و میخواین حالا به خاطر دستمزد کم زیر دست دکتری برین که حالا اونقدر اسم و رسم نداره و اصلا نمیدونین کارش چطوریه، واقعا این کار رو انجام ندین. دکتر مهمترین فاکتور این عمله، یعنی از خود عمل دکتر مهمتره. واقعا تجربه دکتره که اصلا تمام این چیزای خوب و بد بعد عمل رو برای شما رقم میزنه. یعنی اگه دکترتون ناشی باشه، شما یه داستانه بعد عمل خواهید داشت که اصلا تموم نشدنی، یه سری جاها اصلا جبران نمیشه. یعنی دیدین که عملای زیبایی به شدت عملای حساسیه که اگه دکتر تجربه کافی رو نداشته باشه، امکان داره این عملا به دفعه دوم سوم بکشه و خب هر دفعه جدا از اون هزینه چند برابری که شما باید برای عمل ترمیمی بکنین، اون دوره نقاهت و به حال هر کدوم از اینا بیهوشی وارد بدن شما میشه و مشکلات دیگه خیلی خیلی بیشتره براتون. پس انجام ندین، یعنی بگین آقا اوکی من امسال پولمو جمع کردم برم با این دکتر خفن عمل کنم، بعد رفتم پرسیدم حالا اون دستمزدشو برده بالا عمل نمیکنه، پس با این پول میرم جای دکتر که اصلا نمیشناسم عمل میکنم. نه، این کار نکنین. یک مقدار دیگه سیف کنین، حتی اگه میتونین خیلی براتون مهمه که عمل کنین، از کس دیگه کمک بگیرین، ولی زیر تیغ هر جراحی نرین. و خب من رفتم بهترین دکتر حالا زیبایی که میشناختم و اصلا تعداد عملای بیشماری که انجام داده بود، و چیز جالبی که داشت این بود که دکتری که منو عمل کرد یک دونه پیج اینستاگرام نداره و توی هیچ سایتی بجز شماره تماسش هیچ نمونه کار دیگه شما نمیبینین، و فقط و فقط همینطوری دهن به دهن. یعنی یه نفر رفته کارش خوب بوده به نفر بعدی گفته، یه نفر همینطوری انقدر رفتن که مطب دکتر یه جوری شلوغه که اصلا باور نکردن. یعنی میگم اینجوری نیستش که بیاد روزی 100 تا پست بذاره تو اینستاگرام، که البته اونام بعضیا بد نیست، شما میتونید ببینید که اصلا کار دکتر چه جوریه، تجربه حالا بیمارشون چه جوری بوده، ولی خب میگم چون تجربه منه، من خواستم بگم که دکتری که من پیدا کردم انقدر تو عمل خوب مشهور بود که دهن به دهن معروف شده بود، نه اینکه با پیج اینستاگرامی صرفا بیاد بالا. و خب تایم مشاوره گرفتم، رفتم پیشش. توی تایم مشاوره دکتر به من گفتش که تو سرشونهای کوچیکی داری و به خاطر اینکه حالا بالاتنین ظریفی داری، اگر سایز پروتز درشت انتخاب کنی از کنارا میزنه بیرون، به خاطر اینکه خب قفسه سینه که جا نداره، مجبور از یه جایی بزنه بیرون دیگه. این از کنارا که بزنه بیرون، مادامی که تو راه میری این دستت همش کنار سینه‌ت میخوره و اصلا این شکل جالب قشنگی نداره، به خاطر اینکه میخوای کار زیبایی انجام بدی دیگه، میخوای که بهتر کنی، نمیخوای که بدتر فرمتر کنی. پس گفت یک، به دلیل اینکه سرشونام کوچیکه نمیتونم سایز پروتز درشت بذارم، و دوم به خاطر اینکه من ورزش سنگین انجام میدم، هر چه سایز پروتزی که شما میذارین درشت‌تر باشه، خب به همون نسبت افتادگی سینه‌هام سریع‌تر اتفاق میفته. دکتر به من یه سایز نرمال حتی رو به کوچیک پیشنهاد داد، و خب من اصلا روی حرف دکترش حرفی نزدم و پیشنهادم بهشون اینه که اگر دکتر حالا خوبی رو انتخاب میکنین، به مشورتش، به مشاورش اعتماد کنین. اگر میگه که فلان سایز برای شما مناسبه، نرین 2 سایز بالا اون پروتز بگیرین ببرین بهش بدین. مطمئن باشین که هر دکتری میخواد بهترین کارش رو ارائه بده،
و خب کسایی که مثلا میرن دو سه سایز برای خودشون زیاد و کم میکنن، بعد نارضایت میشن، مثلا ناراحتن از اون سایز، و به کسی هم نمیگن که آقا ما تو اون مشورت دکتر دستکاری کردیم، اون چیزی که دکتر گفت ما انجام ندادیم. پس حداقل امکان به چیزی که دکترتون میگه به دکتر ایمان دارین که دارین بدنتون دستش میسپارین، به نظر من به مشورتش هم ایمان داشته باشین. تجربه روز عملم بخوام بهتون بگم، به نظر من عمل پروته وقتی که به هوش میاد کلا نگاهتش از عمل بینی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه بینی روی صورته، اصلا آدم کلافه است همش، همین که نمیتونی نفس بکشی، همین که حالا چیزی انگار توی سرته ناخودآگاه کلافت میکنه. ولی پروتز سینه اصلا اونقدر عمل سنگینی میگم به نظر من که تجربه عمل بینی هم داشتم نیست، و واقعا عمل پروتز خیلی آسان‌تر از عمل بینی. حالا میگم اینا تجربه های منه. روز عمل من ساعت 11 آماده بودم برای اتاق عمل، کلا از زمانی که بیهوش شدم تا عمل انجام شد و اومدم بیرون فکر میکنم هولوش ساعت 12:30 بود که دیگه از اتاق عمل اومدم بیرون و نیمه هوشیار بودم. وقتی که به هوش اومدم بچه من هیچ دردی نداشتم، به خاطر این بود که خب هنوز مسکن توی خون من بود و یه کوچولو بیهوشی که انگار هنوز توی بدنم بود باعث شده بود که خب وقتی به هوش میام درد نداشته باشم. البته که عمل من یه پروتز ساده بود، یعنی من هیچ عمل لیفت یا نمیدونم بزرگ کوچیک کردن حاله و اینا هیچی نداشتم، لیفت و اینا رو من تجربه ندارم، ولی خب شنیدم که یه کوچولو دردش بیشتره. و خب زمانی که به هوش اومدم میگم دردی نداشتم، و خب شما باید یه کوچولو راه برین و مثلا باید از دستشوی استفاده کنین تا شما مرخص کنن. همه رو بخوام بهتون بگم، من ساعت 11 که رفتم اتاق عمل ساعت 7 شب من مرخص شدم کاملا از بیمارستان. یعنی اینکه شما اگه همراهی هم نداشته باشین و فقط یه نفر زمانی که میخوایم مرخص بشیم بیاد و یه امضا بزنه و همراه شما باشه، در همون حد کافیه براتون و اصلا نیازی نیستش که حالا کسی همراهی بکنه. یعنی اگه همراه ندارین اصلا استرس نداشته باشین. ساعت 7 که رفتم خونه، تنها چیزی که وقتی رسیدم خونه خیلی اذیتم میکرد شب که میخواستم بخوابم این بود که انگار که یه چیزی کوبیده شده توی سینه. یعنی وقتی که شما میخواین بلند شین، ناخودآگاه اینه که شما با سینه‌تون حرکت میکنین، و زمانی که این عملو میکنین انگار که این سینه حالت کوفتگی داره و شما خیلی از کارا مثلا بلند شدن از روی صندلی، مثلا از خواب بیدار شدن، جابجا شدن و اینا رو نمیتونین روز اول انجام بدین، به خاطر اینکه حالا اون پرتزار گذاشتین و اینا. شب اول یه کوچولو برام سخت بود، اصلا نباید از این شونه به اون شونه میشدم، حتما باید تاق باز میخوابیدم، ولی خب دکتر بهم گفته بودش که زیر دستان بالش بیارم بالا، از بالشت مسافرتی برای دور گردنم استفاده کنم، که اونا خیلی باعث شد که من راحت تر اون پروسه هیلینگ و پروسه مثلا بهبود رو طی کنم. سه روز فکر میکنم بیشتر نبود که دکتر بهم اجازه دادش که برم حموم. از زمانی که دیگه دکتر اجازه میده که شما برین و مثلا حمام کنین، حالا نمیدونم دکتر شاید بگه فرداشه، دکتر شاید بگه سه روز دیگه، دکتر شاید بگه یه هفته دیگه، اون نظر دکتره، ولی از بعد اون حمام اول انگار که تمام اون دردا و اون نمیدونم چیزای اتاق عمل و اون کثیفیایی که حالا خودت فکر میکنی داری، اونا همه از بدنت خارج میشه و اصلا یه حس سبکی و یه حس راحتی به آدم دست میده که دیگه اون حالا کلافگی و اون درد ها اصلا همه از یادت میره. و بعد اون خیلی مهمه که از کرمای ترم کننده استفاده کنیم، بخاطر اینکه رد بخیه ها نمونه و خب بخیه ها قشنگ جوش بخوره. حتما باید پانسمان ها رو دکتر بهتون میگه که چیکار کنین، و بعدش باید حتما، یعنی بعدش که از زمانی که از اتاق عمل میایین بیرون برای شما گن میبندن، و باید تا حالا اون چندین ماهی که دکتر تشخیص میده، از 1 تا 3 ماه به تشخیص دکترتون، از اون گن استفاده کنین. گنش اونقدر چیز سی نیست، اصلا فنر و اینا نداره، اتفاقا خیلی هم چیز نرم و قابل انعطافیه، ولی همون یکم رو مخه، به خاطر اینکه آدم میخواد توتیانای دیگه ببنده، میخوای حالا باید هی بشوری هی بپوشی، یکم اصلا حس جالب اون سوتیانه نمیده به آدم. در غیر اون صورت دیگه هیچ درد خاصی شما احساس نمیکنین، به جز ترمیم کننده زدن روی بخیه هایش کار خاص دیگه نمیخواد بکنین. بعد از عمل امکان داره که حس کنین که سینه هاتون خیلی بالاه، از اون حالا حالتی که بوده خیلی بیشتر بالاه. مال من که اصلا چسبیده بود زیر چونم دیگه. به خاطر این دکترتون کچل نکنین، به خاطر اینکه من دکترمو دیوانه کردم، هی بهش میگفتم من دوست دارم طبیعی باشه، من دوست دارم نرمال باشه، اینا چسبیده نمیدونم به سقف و اینا، و دکتر میگفت بعد 3-4 ماه این آروم آروم شروع میکنه به افتادن. و واقعا هم راست گفت، نه که افتادن معنی این که بیفته پایین، نه، معنی این که اینا فرم نرمال میگیره و تا یه حدودی جا میفته انگار، و رو هم رفته. اصلا تجربه بدی نبود، اصلا تجربه سختی نبود. من اگه 1000 بار دیگه برگردم به عقب حتما این کار رو انجام میدم. اگر شما دارین فکر میکنین که به هر دلیلی این عمل یه کمک کوچیکی میکنه بهتون در این که حالا از ظاهرتون رضایت بیشتری داشته باشین،
از اینکه خودتون رو راحت‌تر قبول کنین، به نظر من به مشورت هیچ کسی گوش ندین. هر کسی بهترین تصمیم رو برای زندگی خودش میگیره و میدونه که چی به صلاحشه. من نمیدونم مثلا خدیجه خانم از فلانجا، کسی که اصلا بجز حالا زیر ابروهاشو برداره تو آرایشگاهش کار خاصی دیگه نکرده، میاد در مورد عمل پرتز سینه مثلا نظر میده که نه این کار نکن. خب کسی که تجربه نداره اصلا حق نداره که بیاد صحبت کنه. و میگم به شرطی که درست، یعنی همه این مراحل رو درست انجام داده باشین، انتخاب دکتر خوبی داشته باشین، کارهایی که دکتر بهتون میگه دقیق انجام بدین، مراقبت‌ها رو داشته باشین، واقعا عمل خوبیه. من الان بدنسازی انجام میدم، وزنهای خیلی سنگین میزنم، اصلا مشکلی ندارم. بعدش میگن که خیلی‌ها براشون یه سوال بزرگی که بعدش دیگه نمیتونی اصلا به سینه بخوابی، اصلا اگه بیفتی روی این پروتزا نمیدونم خراب میشه. این اصلا همچین چیز نیست. من الان بعد دو سال فکر میکنم 8-9 ماه اول من کامل روی قفس سینم میخوابم، هیچ مشکلی برای اون ندارم. برای شیردهی اگه به دکترتون بگین که بچه ندارین، حتما پروتز رو براتون یه جوری میذارن که قابلیت شیردهی داشته باشین. برای حس نوک سینه ها هم 50-50، برای یه سری ها میگن برمیگرده اون حس، برای یه سری ها میگن برنمیگرده. مال من تا حدود 80-90% برگشته، برای اونم هیچ مشکلی ندارم، به خاطر اینکه سوال دیگه خیلی ها در مورد حس سر سینه هاست که اونم هیچ مشکلی نداره و رو هم رفته. واقعا عمل خوبیه. به این آمارایی که میگن که نمیدونم فلانی رفت فلان کرد و بعدش نمیدونم چک کرد و اینجوری شد، اینا اصلا توجه نکنین. و اگه دوست دارین که واقعا عمل انجام بدین، بدونین که عمل آسونیه، به شرطی که دکترتون دکتر خوب و ماهری باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر شما تجربه‌ای در رابطه با عمل پرتز سینه دارین که فکر میکنین که به بقیه خانومایی که دارن فکر میکنن این کار انجام بدن کمک میکنه، حتما لطفا تو قسمت کامنت ها بنویسین تا بتونن از نظر شما هم استفاده کنن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. بوس بهتون. خدافظ.